سلام بچه ها، بعد مدت ها من اومدم یه ویدیو خیلی کوتاه و بدون کات براتون بگیرم، برای اینکه خیلی وقت فکر کنم توی ویدیو توی یوتیوبم فعالیت نکردم و اینکه کلا اونایی که تو اینستاگرامم هستن میدونن که زندگیم کلا متحول شده و یه تغییرات خیلی اساسی اتفاق افتاده. اولیش اینه که ازدواج کردم و دومیش اینه که مهاجرت کردم، یعنی اومدم کانادا. بعد اینکه تو این مدت که نمیتونستم ویدیو بگیرم، که البته یه تیکه هایش رو ویدیو گرفتم، خیلی درگیر بودم. همیشه فکر میکردم کسایی که مهاجرت میکنن مثلا خیلی وقت دارن و یعنی یه ذره اغراق میکنن که سرشون شلوغه و موقع رفتن اذیت میشن و اینا، ولی واقعا اینو به معنای واقعی من تجربه کردم و خیلی سخت بود و هر چی نزدیک اومدن میشد سختتر و سختتر میشد. خیلی دوست دارم که بعدا در مورد همه این تجربیاتم صحبت کنم و البته اینم بگم که تقریبا میتونم بگم خیلی هاشو من ویدیو گرفتم، خود خود توضیح دادم تقریبا از فکر میکنم 2 یا 3 ماه پیش که دیگه مثلا ویزام تایید شد و من بعد میرفتم برای انگشت نگاری ترکیه. اگر دوست دارید که منو بیشتر مثلا تو جریان روزانه کارای من باشید، میتونید اینستاگراممو فالو کنید که الان اینجا براتون میذارم، ولی دیگه از الان قراره که واقعا اونجوری که دوست دارم چنلمو ادامه بدم و حتما 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 دوست دارم که هفته یه دونه ویدیو رو بذارم. من همیشه همه آرزوم میتونم بگم از وقتی که با یوتیوب آشنا شدم این بود که مهاجرت کنم، جاهای جدید برم، تجربه های جدید کسب کنم و همه رو ویدیو بگیرم. و اینجا که اومدم واقعا الان من خیلی راحت توی یه کتاب فروشی بزرگ قسمت کافی شاپش نشستم و دارم ویدیو میگیرم و میتونم بگم هیچ استرسی ندارم که کسی بیاد بهم گیر بده که چرا داری ویدیو میگیری، نمیدونم چرا داری فیلم برداری میکنی و همه اون مشکلاتی که شما میدونید توی ایران داشتیم من اینجا الان اصلا ندارم. و تنها چیزی که الان مانعم میشه شخصیت خجالتی خودمه، چون هنوز این سری چیزا رو با خودم اووردم و خیلی برام سخته که ازشون جدا بشم، چون این همه سال مثلا اینجوری زندگی کردم. هنوز با اینکه تازه من خیلی ادعا میشه که آدمیم که خودمم، ولی خیلی سخته برام خودم باشم اینجا. بعضی وقتا واقعا خجالت میکشم، بعضی وقتا واقعا استرس دارم و اعتماد به نفسم خیلی پایینه. میترسم از اینکه دوربینو بگیرم دستم، میترسم از اینکه بخندم، داد بزنم، بپرم، برقصم و هر کاری که دلم میخواد، یعنی خودم باشم. خلاصه که احتمال زیاد بعد این ویدیو قراره اون ویدیو رو ببینید که تجربه اومدن من، یعنی مراحل اومدن منه تا رسیدنم به کاناداه. و اینکه همین دیگه، بیشتر از این حوصلتون رو سر نمیدارم و قول میدم که به زودی هفته یه بار همدیگه رو ببینیم و با کلی تجربه های متفاوت و جدیدی که خودم قراره دونه دونه بهشون برسم. فعلا خدافظ.